در این ویدیو با هم در بازار بزرگ استانبول یا همون کاپل چارشی قدم میزنیم. بازاری به قدمت تاریخ عثمانی. لمس جریان زندگی در میراث فرهنگی ترکیه. به تماشای صنایع دستی زیباش می نشینیم. خوراکی هاش رو با هم کشف می کنیم. در دالان های پیچ در پیچش قدم می زنیم و از اون لذت می بریم و با لبخند زیبای فروشنده های خونگرمش با جذابیت های اون آشنا می شیم. پس با من همراه باشید. سلام به همه شما عزیزان و بیننده های خوب کانال یوتیوب Walk with بهار. من در نزدیکی گرند بازار یا همون کاپل چارشی استانبول هستم. از طریق تراموای به این منطقه اومدم که از بهترین راه دسترسی به بازار بزرگ استانبول، بازار سرپشتی استانبول، استفاده از تراموا یا قدم زدن در این منطقه است. مسیر دیگه‌ای وجود نداره و شما میتونید به این منطقه بسیار زیبا بیاین و هم خرید بکنین، هم در گذشته استانبول، در تاریخ عثمانی، در بازار بسیار زیبا و سرپوشیده استانبول قدم بزنید. خب این بازار دو تا در اصلی داره. من در ویدیوهای قبلی از در دیگه بازار وارد شدم. این بار از این یکی در وارد میشم و باز مجدداً دفعات بعدی ورودی های دیگه بازار رو بهتون نشون خواهم داد. این منطقه انقدر زیبا، پر انرژی و جذابه که بارها هم شما به این منطقه بیاین سیر نخواهید شد و باز هم براتون قصه هایی داره که روایت بشه. خب پس اگر خواستیم به این منطقه بیاین، به ایستگاه بیازات یا کاپل چارشی بیاین یا گرند بازار و از هر کدوم از درهای ورودی بازار کابل چارشی که وارد بشین امکان ورود به بازار بزرگ وجود داره. خب یه نکته ای که خدمتون باید بگم، یکی از مناطق خوب برای چنج کردن ارز در این قسمت هست و ریت چنج دلار و حالا به هر حال ارزهایی که تصمیم دارین چنج بکنین در این منطقه بسیار بهتر از مناطق دیگه است. یکی ورودی کاپل چارشی یعنی یا بازار کاپل چارشی و یکی همون منطقه سیرکجه. اونجا هم بسیار نرخ خوب هست. در فرودگاه استانبول اصلا چنج ارز انجام ندین و اگر مبلغ رو میخواین چنج کنین ترجیح هم به این مناطق بیاین. خب در کنار شما یک پیاده روی خوب رو امروز میخوام در بازار بزرگ سرپوشیده استانبول که یکی از بزرگترین بازارهای سرپوشیده دنیا محسوب میشه داشته باشم با شما. مرحبا.
خب در حال حاضر ما در ماه مبارک رمضان هستیم و ولی خب به هر صورت همیشه در این منطقه پر از گردشگر و توریست هست و یکی از جذابیت‌های زیبای استانبول بازار کابل چارشی یا بازار سرپوشیده اینجا محسوب میشه. یه نکته که باید بدونین اینجا با توجه به اینکه فضا سرپوشیده هست نیازی نیست که خیلی لباس گرم داشته باشین. همین که در فضا قرار میگیرین فضا بسیار گرم و مطلوب هست برای قدم زدن شما. بذارین در ابتدا یک نمای کلی از بازار زیبای سرپوشیده استانبول یا همون کابل چارشی رو بهتون نشون بدم. مملو از گردشگر و توریست. خب باید خدمتتون اگه بخوام در رابطه با تاریخچه این مکان عرض بکنم باید بگم که بعد از فتح استانبول از سال 1453 میلادی به منظور رونق وضعیت اقتصادی و ایجاد نظم تو داد و ستد در استانبول به دستور سلطان محمد فاتح این بازار ساخته شده و در طول تاریخ هم اسمش به دفعات تغییر کرده، یعنی همیشه با یک اسم شناخته نمی شده. حالا یا به اسم بازار بزرگ اون رو می شناختن، گاهن به اسم بزستان اینجا رو صدا می کردن. مرحبا. فرش زیبای ایرانی که در حال بافت هست در بازار کابل چارشی استانبول. خب در گذشته اینجا مرکزی برای داد و ستد محسوب می شده که البته الان هم به هر حال بازار هست، ولی خب مرکز مهمی برای داد و ستد در استانبول محسوب می شده. جواهرات، طلا، ادویه، فرش و ابریشم در این بازار داد و ستد می شده و خب همطور که می دونید استانبول هم منطقه مهمی بوده برای تجارت در گذشته. چقدر زیبا صنایع دستی ترکی، چشم نواز و رنگارنگ. یه نکته مهم برای کسانی که میان به بازار کابل چارشی یا بازار سرپوشیده استانبول، فراموش نکنید که اینجا فرهنگ چانه‌زنی مرسومه و حتی خود فروشندگان هم توقع این رو دارند که شما چانه‌زنی بکنید، یعنی قطعا تخفیف خوبی با چانه‌زنی در بازار کابل چارشی در استانبول خواهید گرفت. فرهنگ تخفیف گرفتن در بین ترک ها هم مثل ایرانی ها مرسومه، یعنی راحت هر مبلغی که بهتون میگن رو ندیم به فروشنده ها، خیلی بالاتر از اون نرخی که هست با شما قیمت رو اعلام میکنن، به شما اعلام میکنن.
خب در حال حاضر خوبه بدونین که حدود 4000 شاید بیش از 4000 مغازه، یعنی واحد فروش، واحد تجاری، کافه در این قسمت وجود داره. معماری بسیار زیبای کاپل چارشی، دالان‌ها، گنبدها بسیار زیبا که معماری دوره عثمانی هست و به زیبایی شما میتونید به گذشته در بازار کاپل چارشی سفر کنید. من مسیرم رو در یکی از این دالان‌ها ادامه میدم و شما رو با خودم در این پیاده روی همراه میکنم. امیدوارم شما هم لذت ببرید. خواهشم برای من کامنت بذارین که چه بخش هایی براتون جذابیت بیشتری داشته که در ویدیوهای بعدی اونها رو لحاظ بکنم. خب اینجا غیر از واحدهای فروش مثل همین غرفه هایی که خدمتتون عرض کردم، کافه داره، رستوران داره، خب از گذشته بوده یا این واحد ها تغییر کاربری داده. ببینید چایخونه های خیلی بامزه در دل بازار، کاملا یک چایخانه ترکی. چای؟ واقعا وقتی در کاپل چارشی قدم میزنید انگار در میراث فرهنگی زنده دارین قدم میزنید و تاریخ عثمانی رو دارین به صورت زنده میبینید. بسیار بسیار با ارزش و جذاب هست. دالان ها، حجره ها بسیار زیبا. خب اگر در رابطه با معماری اینجا بخوایم بگیم، باید بگیم معمار اولیه بازار کاپل چارشی مشخص نیست، ولی از علاءالدین معمار در خصوص توسعه بازار زیاد نام برده میشه که از معمارهای معروف دوره عثمانی بوده. شما حتی بدون مقصد لابلای این دالان ها هم قدم بزنید میتونین حس و حال خوب رو در این منطقه تجربه بکنید. گاهن اگر قصد خرید طلا یا همینطور که عرض کردم چنج ارز رو داشتی، خب بهترین منطقه اینجا میتونه براتون باشه. الان دقیقا ما تو راسته طلا فروش ها و طلا و سکه و صرافی های کابل چارچی هستیم. به زرس قاطع یکی از جذابیت‌های زیبای استانبول. این شما از هر کدوم از مسیرها که برین باز به یک ورودی یا خروجی دیگه در کاپل چارشی میرسید. این هم یکی دیگه از درها هست. حالا من هر دفعه که به این منطقه بیام
سعی میکنم از یک ورودی براتون ویدیو بگیرم تا بتونیم بیشتر با این منطقه آشنا بشین و لذت ببریم. یارو ما بیاد. همینطور که تو همه ویدیوها سعی میکنم این نکته رو بگم، اگر در استانبول زیبا قدم میزنید لطفاً سبک سفر کنید که بتونین به راحتی بدون دغدغه این همه زیبایی و تاریخ رو عملاً لمس کنید. ببینین با اینکه ماه رمضان هست ولی بازار کاملا شلوغ، زندگی در این جریان داره و بسیار جذاب. اگر اشتباه نکنم بزرگترین بازار سرپوشیده دنیا، بازار سرپوشیده تبریز خودمون هست در ایران زیبا، و البته کابل چارشی هم یکی از بزرگترین بازارهای سرپوشیده محسوب میشه. بذارین کمی طلاهای اینجا رو بهتون نشون بدم. همه جور طلا دارن ها، فکر نکنید فقط اون شکلی طلا فروخته میشه. برای انواع سلیقه ها اینجا اقلامی برای خرید وجود داره. اینجا یکی از معروفترین دونر فروشی های استانبول واقعا خوشمزه است. حالا بعضی ها شاهین اوستا رو خیلی دوست دارم ولی من طعم اینجا رو ترجیح میدم. گلابرو کانتر یکی از واقعا خوشمزه است. این مزیت این که روی ببینید بذاریم بهتون نشون بدم. مرحبالر وقتی که کبابشون آماده میکنن میذارن کنار این هیزم و دودی میگیره، خیلی خوشمزه میشه. و دیگه خب نسبت به حجم کبابی که میخواین سفارشتون رو میذارین، خیلی خوشمزه است. هم میتونین پرسی سفارش بدین و هم به صورت دونر یا دروم. بنا اونو برمه آبی، سن یه میسون اونو الان رویه هی نونا حس بکنید چقدر خوشمزه میشه. دیگه نسبت به سفارشی که داریم کبابتون آماده میشه. بذار اینجا رو بهتون نشون بدم. یه دالون ختم میشه به یکی از بازارچه های داخل کابل چارشی. من خیلی اینجا رو دوست دارم. ببینیم واقعا اگر دنبال لوکیشن برای عکاسی خاص میگردین یا توی اینستاگرام توی یوتیوب لوکیشن های متفاوتی میبینین، باید به همچین فضاهایی بیاین. پله هاش رو ببینین، این
انگار واقعا داریم در زمان سفر میکنیم. خیلی خوشگله. ببینیم واقعا چقدر استکان و نلبکی های تمیز. واقعا در استانبول چای بخوریم، چای رو در استکان بخوریم، نه توی لیوان های یه بار مصرف. این چقدر زیبا، چقدر باصفا. من جایی که میرم، هر جایی که میبینم درش بازه کسی چیزی بهم نمیگه، میرم تو. بعد یه دفعه همچین جاهای کشف میکنم که اون وقت دیگه به وجد میام، کیف میکنم. ببینید سنگ فرشش چقدر، همش باید حواستون باشه که نخورین زمین، خیلی بانمکه. مرحبالار. پله هاش ببینید، الان جایی که من هستم در این منطقه هوا بسیار سرده. حالا فکر کنم حدود 12 درجه بود من چک کردم، ولی فیلینگش خیلی سردتره. ولی داخل بازار که میشین کاملا هوا گرم، خوب، مطلوب و هوای بهاریه. باز این هم گیت 16، یکی دیگه از ورودیای کاپل چارشیه. هوا اینقدر خوبه، قشنگ هوای مطلوب بهاره برای قدم زدن، بسیار مناسبه. پس اگر در هر فصلی در هر زمانی سفر میکنید به استانبول، اگر قصد قدم زدن در کاپل چارشی رو داشتین، لطفاً خیلی لباس گرم با خودتون نداشته باشین یا یک لباسی بپوشین که به هر حال امکان این که سبکترش بکنی وجود داشته باشه. هر منطقه هم توی استانبول طرفدارای یه تیم فوتبال هستن. اینجا پرچمای تیم گالاتاسارای رو می‌بینیم، یا تو کادیکوی پرچمای فنرباخچه رو می‌بینیم. تو منطقه بشیکتاش بیشتر، یعنی غالبا همه طرفدار تیم بشیکتاش هستن. او از این سنگ خوشگل. آره، بین این سه تا تیم خیلی اینجا داستانه. بین گالاتاسرای، فنرباهچه و بشیکتاش کلی داستان اینجا زمانی که مسابقه دارن. فضای خیلی خوبی ایجاد میشه وقتی مسابقات این تیم های فوتبال هست و حضور داشته باشین در کنار هواداراشون، در تجمع هواداراشون. بسیار پر هیجان و زیباست صحنه هایی که میبینید. خب ببینین، البته اینها بعید میدونم کار دست باشه، اینا طراحی کارخونه ایه، ولی خب این طراحی که خدمتتون نشون دادم، این کاملا طراحی ترکیه دیگه، طرح ایزنیگ ترکیه است و یکی از طراحی‌های بسیار جالب که در طراحی‌های پارچه یا در کاشی و سرامیک میتونین به وضوح طرح‌های ایزنیک رو ببینید. با اینکه ترک‌ها در حوزه فرش هم بسیار قوی هستن، ببینید چقدر خوشگله این مغازه، خیلی با نمک. قالی‌ها هم تو چیده شده رو هم دیگه. به به، کاش اینجا بودین رایحه اینجا رو حس می‌کردین. مرحبالار، عافیت اوسون.
رایحه کبابی که داره آماده میشه در اینجا پیچیده. صنایع دستی زیبا. واقعاً جذابه این استانبول. مرحبالر خوشبولدوک. آها اینم باید بهتون بگم، اگر به بازار استانبول میان یه سری ادبیات خاصی داره، مثل بازاریای ما که در بین خودشون ادبیات متفاوتی دارن. شما به بازار بزرگم که بیاین گاهن میبینین که میگن سلام علیکم، یعنی بیشتر خانواده های مذهبی اینطور با هم احوال پرسی میکنن، ولی خب جزء ادبیات بازار هم محسوب میشه. یا هایریشلر، یعنی مثلا کارتون به خیر و نیکی. در بین بازاریا ممکنه اینطور با هاتون صحبت کنن، ولی خب غالبا لااقل چند تا جمله انگلیسی رو بلدن و میتونن با هاتون ارتباط برقرار کنن. اگرچه که واقعا هم باید بدونین که فروشنده های ترک بسیار خونگرمن. مرحبالر خوش بولدوگ، تشکر دارم. خیلی خونگرم و با روی گشاده استقبال میکنن و همینه که آدمو گرفتار میکنن. یعنی واقعا اگر سفر میکنید به استانبول یا ترکیه که قطعا باز برخواهید گشت، و اگر هم اینجا زندگی میکنید، اگر برید و برگردید، حتی به یه سفر هم برید، انگار که به نوعی شبیه به زادگاه آدم میشه استانبول. ببینید چقدر جالب پارچه هایی که باهاش لباس های سنتی درست میکنن. مرحبا. به کاپل چارشی بیاین و حس کنید، در یک کلام حس کنید. من که هر بار به اینجا میام باز یه نکته جدید میبینم، یه جذابیت دیگه برام داره. خب عزیزان، مثل همیشه منتظر کامنت هاتون هستم. نظراتتون رو بهم بگید، هر چیزی که باشه به دیده منت. خوشحال میشم که من رو از نظراتتون آگاه بکنید و من بتونم در راستای علاقمندی شما کسانی که ویدیو هم رو دنبال میکنید ویدیوهایی رو تهیه بکنم. دوستتون دارم و ممنون میشم اگه کانال من رو سابسکرایب بکنید و ویدیو هم رو دنبال کنید.